سلام به دوستای خوب من هر کسی که تو این ویدیو دوست خوب منه البته هر کسی که تا آخر این ویدیو با منه همونطور که میدونید من دیگه زیادم توضیح دادم برای بار آخر توضیح میدم البته که میدونم خودم بار آخر نیست و بارها بازم باید توضیح بدم مسائل کپی رایت ما رو برد به این سمت که موزیک رو چون کلا بحث ما صحبت راجع به موزیک دیگه بحث ما که نظرمون راجع به موزیک بگیم و حالا تو احساسمون نسبت به احساس لحظه ایمون نسبت به موزیک و به اشتراک بذاریم و نظرمون راجع موزیک بگیم دیگه تا مشکلاتی که آرتیست با این نظرها دارن بعضی وقتا ممکنه در قالب کپیرایت. رایت نشون بده لذا ما اون مرحله رو هست میکنیم که دیگه هیچ مشکلی به وجود نیاد ترک پوری دیروز دیروز که نگم یه سه روز پیش فکر کنم پنج شنبه شب پنج شنبه عصر اومد بیرون دقیقا بعد از ریز آلبوم چرسی بعد از یکی دو روز بعد از کنسله یه تاک دیگه هم اون روز اومد اون روز خیلی ترک اومد سفیر ترک داد سیناسای ریلیز داشت میگم قاتله فکر میکنم پر اسپاتلایت ترین خروجی اون روز بود اون پنجشنبه بود در اون هفته شلوغ رپ فارسی قاتل برفلتره که تو این ترک پوری روی کرده جدیدی رو پیش گرفته پوری نمیدونم حالا اسمشو میشه گذاشت ریبرند یا پوست اندازی یا چی مونتا مشخصا از اون تعلقات اون زنجیر تعلقاتش رو حداقل تا یه لول تا یه حدی تا یه سطحی پاره کرده کی داره به مسج میدارم صحبت میکنم و قدم های جدیدی داره برمیداره این قدم ها شامل برن تصویری خیلی نمیشه چون چیزی که تو تصویر ما از این پروژه دیدیم چه ویژوالایزر چه کاور همون چیزهایی بود که انتظار داریم از پوری مونتا در بهترین کیفیت خودش میگم این ویژوالایزری ای که ما توی قاتل بلفرت دیدیم موزیک ویدیو خیلی ها رو واقعا میزنه همیشه در مورد پوری اینجوری بوده پوری کلا تصویر خیلی قوی داره همیشه خروجی تصویریش بی‌نظیر بوده و در عین حال تو یه مسیر دیگه مثلا یه خط صافه یه مقدار دنیایی که توی اون ما پوری داریم میبینیم چون ببین وقتی شما یه نشون بید. وقتی خ... از خودت یه دنیایی داری به مخاطب نشون میدی میخواد مثلا مثلا آواتار تو آواتار تو سه تا از موجودای دنیای آواتار رو میبینی موجود چهارمیه رو میتونی حدس بزنی مثلا موجود چهارمیه نمیشه یه موجود پر داره اگه دقت کرده باشی تو دنیای آواتار موجوداش پر ندارن هیچ کدوم حیووناش میگیرش میدونی که یه موجود رنگی نورانی قراره ببینی در سوال. حالا با سایزها و های عجیب غریب این اتفاق هم همینه کریر پوری توی این سه چهار سال کلا یه خطر رو داره توی برند تصویری پیش میبره و کاورها انگار پردازش آدم های مختلف نسبت به یه ایده واحد هست اما از تصویر که بگذریم بیتی که انتخاب کرده گاد یه بیتی فیلیدیری ت... ساوندی که جدیدن مثل دیترویت مثل بومباب و مثل قبلتر دریل که یه ویوی رو ایجاد کردن مثل اینکه که جدیدن دارن توی صحنه یه خود رپر های کامینگ تر آرتیست های تر رپر بگیم بهتره داره یه بچه ویوی توی اونها به وجود میاره این یعنی اونها یه بچه ویوی به وجود آوردن با فیلی دریل سجاد شایی ویناک علی گرامی و امروز هم گادپوری رو میبینیم که این تایپی تو انتخاب کرده و این گذر کردن از تایپ بیت های قدیمی تر و اون تایپ بیت هایی که بزر... پوری تایپ بیت بهشون میشه گفت و اومدن روی بیت جدید بیت جدید تست کردن که حالا توی ددیز بک هم یه چیزای این مدلی شنیدیم این که بیت 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 انتخاب کرد و رویت کلمه بی‌نقصی به نظر من نشون منظورمون هست کاملا اینجا هم میبینیم قدم دوم رو در این راستا برداشت این همون چیزیه که من خیلی وقت دارم میگم و داشتم میگفتم و میبینیم که خود هم مثل اینکه موافق بود ولی فکر ما شنیدنش موافق نبود که اون مسئله کپی رایت رو شد و در هر صورت تایپ بیتا جدید شده البته که بیت که شروع میشه با سه تا لیر ما بیتو میشنویم یه لیر مین ملودی یه لیر مثلا تکست چن اون پشت یه سری صداهای محیطی داره میاد یه صدای بیت داره با یه صدای شروع میشه تو چه چطور ببندی ندونی چی پلی میف... میتونی حد این پوری هم بشناسی میتونی حدس بزنی که یه های پوری پلی شده و میگم این تغییرات پوری از همون فلوی اول از همون تلفظ اول کاملا واضحه من حتی میتونم بگم کورس رو بعدتر در آورده پوری یعنی میتونم بگم کورس رو نسبت به ورس زمانبندی شو حساب کنیم دیرتر در آورده جدیدترین چیز این پروژه کورس بود فلوی که از پوری ما تو کورس شنیدیم یه فلوی بی نظمه پوری خیلی از آرتیست حالا پوری هم مثل بقیه آرتیست که مد نظرمه و اسم نمیبرم فلوهاشون اکثرا یه فلوی منظمه با واجها با اونقدر بازی نمیکنن مثال هودادکا مثال علی گنامی. این دوتا آرتیست که با, با سیلاب ها بازی میکنن مثلا بیکشگی هم جدیدن اینجوریه اونتا جهده هیچ خیلی بومبپی و اولد اسکولیه با سیلاب ها بازی میکنن یه سیلاب رو میکشن یه, سری سیلاب رو پشت سر هم تلفظ میکنن مثلا, مثلا فلوهاشون اگه دقت کنی امروز اگه بعد راقم چون دیگروت شد دهنم هم چی میگم با سیلاب دارن بازی میکنن یه سیلابو، رو دوتا سیلاب سریع میگن یه سیلابو کش میدن ولی اغلب رپرای دیگه تقریبا میتونم میگم 90 درصد رپرا اینجوریه که وزن مصرعشون یه چیز ثابته خیلی مثلا سی... با سیلابا بازی نمیکنن کلا پوری هم از اون دست آرتستاس پوری از همین ورسش اگر اینجا گوش کنید ببینید که یه وزن سایه فلوی ثابته دد 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 فلو این مدلی داره خیلی غیر قابل پیش بینی فلو ورسش وجود نداره که فلوی هست روی کرده خیلی سیفیه اون روی کردی که مثلا هودات داره روی کرده سختی خیلی و اصلا تمیز در اون اون مدل نوشتن خیلی سخته ولی میگم شنیدن اون یکی روی کرده توی کورس از پوری چیز جدیدی بود توی تر یه سری هایلایت داشتیم یه سری لولایت من سعی میکنم به اون از دیدگاه خودم اشاره کنم اینا هم همش زاویه دید منه و نظر منه و در آخر یا در وسط یا در اول هر جای ویدیو که حس کردی شما نظرتونو. مثلا نظری دارید راجع اون چیزی که من مطرح کردم حتما نظرتون رو بنویسید چک پر بود از اسنیک دیس یه سری اسنیک دیس هایی که یه سریاشو شای احتمالاً شاید بعداً متوجه شیم که منظور چی مثلا اینکه دور لاتی گذشته با ولید بیا نمیدونیم منظور واقعا چیه میتونه اشاره به ولیزاده به, سور... به, فامیلی سروش داشته باشه میتونم نداشته باشه میتونم مثلا مخاطب باشه واقعا یکی دیگه باشه که بلاتی داره میکوبه واقعا مثلا تیکایی از قبیل این که خیابون رو ترجیح دادیم رپ رو ترجیح دادیم به دانشگاه شریف یا جلو من به ت ت ت ت ت ت ت اینا میونفتی که میدونید دیسه یکی از مهمترین دیسایی که توی رفت و بریشی که پوری و ایپوبولوژیست با هم دیگه داشتن ته 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 بود ته 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 ته. اون واضح ترین هم همون چچنه بود دیگه میدونیم که چچنا مدل ریششون مدل ریش بلاد هست سیبی رو میزنن ریش رو نگه میدارن واضح ترین تیکه همون تیکه بود و کلا بهترین و مطمئن استراتژی برای گنگستر ترپ هاردکور ترپ فارسی معمولا استیکلیس دیگه که یه مجموعه ویوی وی، یه مجموعه کنجکاوی بر بیانگیزه اون چک یه مجموعه توجهی جلب کنه کاری که پوری اصلا توش استاد لول یک دیس کردن استاد لول دو اینکه حالا سری استیکیس انجام میدیم و هایپ لحظه ای بسازیم میبینیم اینجا هم روی آورده بود به همون استراتژی سیف نصف بیشتر رپ فارسی یعنی استیک دیس و تیک انداختن یه موضوعی توی ترک وجود داشت که جز لولایت ها بود واسه من اینه که یه سری اکسنت های پوری خیلی اکیوریت و اصلا دقیق که مثلا سوبر لایف فلکس ام با اکسنت دقیق تلفظ می‌کرد، بعد تو کورس میاد نه تو کرس نیست فکر اول ورسه یک میاد میگه ریجکت ریجکت مسیج این موضوع میدونی مثل چی میمونه مثل این میمونه که مثل این میمونه که تو یه فیلم بسازی من همه مثلا هم جدیدا فیلمی شده بخاطر اینکه خودم دارم خیلی جدی مثلا نقد فیلمی رو دنبال میگم دنبال میگم یه نقد... نقد فیلم خیلی میشینم نگاه میکنم و میخونم مثلا خیلی فیلم میشونه مثل اینکه هم مثلا تو یه فیلم شده. شما یه فلسفه رو تکرار میفته فلسفه اصلا فیلم نویسنده هرچی چی تو یه داستان توی فیلم شما یه فلسفه رو میبینی دی... می که تکرار شده دیگه مثال مثلا سمبایز گمجی یه فلسفه داره که آدم خوبیه و باید خدمت کنه به اربابش و خیلی هم آدم رو راستی و شریفه فلسفه ذهنش اینه تو سکانس های مختلف تکرار میکنه در سناریو های مختلف تکرارش میکنه یا مثلا فرودو آدم شجاعی آدم جسوری آدم ادونچر ادونچر دوستیه تو تک تک سناریو اینو تکرار میکنه مثلا وقتی انجمن حلقه دور هم دیگه جمع... اون چیزه بود تو ریوندل جمع میشن تصمیم میگیرن حلقه رو کی ببره اونجا فرودو شجاعتش و ادونچر دوست بودنش ناخداگاه میندازش جلو همونطور که وقتی گندالف وظیفه رو به سپورت نه نگفت و تا یه جایی حلقه رو برد تا ریبنده میگیری چی میگم کنن یه فلسفه یه کاراکتر رو تعریف میکنه اون کاراکتر برای اینکه نشون بده فلسفه وجودیش و اعتقادش چیه تو سناریوهای مختلف اون فلسفه رو تکرار میکنه حالا بهترین کار برای اینکه ما بیایم یه فلسفه از برندمون نشون بدیم یه ایده از برندمون نشون بدیم تو جای جای مختلف اینه که اونو تو موقعیت های مختلف تکرار کنیم اگر به نظرمون لحجه انگلیسی و اکسنت دقیق انگلیسی کار درستیه و جذابه و هاته و مثلا شیکه خیلی مثل خیلی از آرتिस्टایی که اینجوری فکر میکنن کچی بیت اینجوری فکر آیسم آیس اینجوری فکر میکنه زیرو که اینجوری فکر میکنه ممزی اینجوری فکر میکنه مثلا ممزی خورده با لهجه های خیابونی تر سلنگی تر تلفظ میکنه میایم اونو تو سناریوهای مختلف با همون لهجه کلمه های انگلیسی رو وارد میکنیم اگر فکر میکنیم نه ایرانی گفتن کلمه انگلیسی مده و باحاله و فرشه و هاته و جذابتر و واقعی تره میایم ایرانی میگیم مثلا آدرت این کارو میکنه دیگه نکشیم بابا دنجروس بیگ شگی از اکتیویتی یا مثلا بیگ پلی اوری دیز اوری دیز اشتباهه ولی خالصانه است خب حالا وقت من میام توی این ترک از اون وقت اکسنت اکوریت دقیق درست میشنوم بعد از این طرف ریجکت میشنوم یه مقدار تناقض و تزاد میبینم دیگه یه ناهمگنی میبینم یه نکته دیگه ای که وجود داشت که باز اینم ناهمگن بود اینه که اون بیت پوری بود که اصلا دلیلش رو نفهمیدم واقعا ناهمگن چیز ممکن بود که گفت دوره لاتی تموم شده دوره لاتی تموم شده با ولید بیا همین چیزی میدونم که این بیت هدفش احتمالا استیکتیس به خاطر کلمه ولی و ولی زاده و سروش ولی اگر نگاه کنیم به معنی اصلیش معنی اصلی مثلا ولی زاده رو ول کن دوره لاتی تموم شده با پدر بیا مثلا صحبت کنیم و فلان اینا اگه به این بیت دقت کنیم با تمام باز هم. با همون منطقی که توضیح دادم یه ساعت با تمام بیت و با اصلا با چهار پایه یه تشکیل دهنده کریر پوری مشکل داره بخاطر اینکه پوری جذابیتش چیه جذابیتش اینه که واش یه, یه کاراکتر لات ایرونی با حاله اسلنگای لوتی استفاده میکنه دست زنجان نمیدونم دست فیلان و دست فیلان بیسار و اینجور چیزا و کل جذابیتی که من از پوری میدیدم همیشه همون ایرانی شمالی به علاوه لات, خی... لات واقعی بودنش هم دیگه گنگستر با لات فرق داره پولی لات ب... یه شخصیت لات از خودش نشون میداد توی ترک ها اینجور بگم درست داره نمیگم پولی لات بود خودش هم میگه دیگه گاتوری گنگستر گادپوری آرتیست دیگه نیلات فلان مثلا خود تو خود همین چک هم یه سری جا راجبه مثلا جنایت هایی که با حریفش انجام میده صحبت میکنه بعد اینکه تو این بیت میاد میگه دور لاتی تمام یه مقدار علامت سوال تو ذهن من تا یکی یکی رو تو بیت باحال داش از جمله اینکه عاقبت رب تو ایران یا مهاجرت یا چوبه دار حالا دقیق با فلوی دقیقش رو خورتون تو ذهنتون مرور کنید و اون ای... میشی ایپان نمیدونم کیوکوشین خیاب کیوکوشین بازاری هم چیزی ما مثلا بهت عالی بود این رفرنس ایپون جودو مثلا فکر کنم تو جودو وقتی خاک می‌کنی و پشت حریف می‌خوره زمین چون چهار خاک چه مثلا دست و پای کشتی ایپون حساب نمیشه ولی وقتی پشت حریف زمین می‌خوره ایپون حساب میشه و بازی تموم میشه این رفرنس ایپون چون کلمه باحالی هم از ایپون بنظرم یکی از بهترین لفظای اخیر لیتلی گاتپوری بود تو موزیکاش بجز این مسائلی که گفتم که ببینم به نظرم هایلایت توش وجود داشت یه سری لولایت هم توش وجود داشت که همه رو سعی کردم بگم بقیهش اتفاقی که تو موزیک افتاد این بود که یه سری بیت پر کننده و مثلا یه سری کلمات هم وزن با مضمونای شنیده شده از پوری مثل مثلا مثل مثل گیلان مثل اینکه مثل مثلا مثل انبارم پر از قافیه است این مدل بیت هایی که بیت های پر کنندن و تعدادشون هم کم نبود ولی ولی سر چون که با فلوی جدید و استایل جدید و روی بیت جدید و با چینی مدل جدید داشتیم میشتیدیم جذاب شده بود یعنی تو ذوق نمیزد و کل اون خود از بین بریایی که من داشتم و دارم همیشه که آقا چیز ق... چیز تکراری داری میگی مدل جدید بگو حداقل که واقعا مخاطبم نداره من به همه اینو میگم منظورم تقریبا همینه حالا اگر نوع نوشتن جدید قرار نیست بشه حداقل فلو جدید شد حداقل تایپیت جدید مدل قافیه چیدن جدید چه در کل تبدیل تجربه من این موزیک رو دو بار شنیدم یه بار نشیدم بخاطر اینکه یه سری چیزا رو یادداشت کنم مثلا میزدم عقب میشنیدم تبدیل تجربه مثلا دو بار شنیدن موزیک واسه من چیزی تو مایه های هفته به نظرم فلوی پوری رینیو شده بود جالب شده بود به نظر تشنه میومد پوری به نظر انگیز مند پوری چون پوری از اون دسته آرتیست هایی که یه به یه نقطه رسید با یه انفجار و بیفای پشت سر همون موجد ریل من حس میکردم از دور من نمیدونم نزدیک شده جور دیگه باشه از دور حس میکردم که انگار یه بچ یه بیانگیزگی ریزی تو شاید شکل گرفته باشه و میگم بازتابش تو تو ها و خروجی ها من حس میکردم احساس میکنم تو این خروجی یه مقدار موج انگیزه و این چیزا دیده میشد به هر صورت نظرتون شما راجع به ترک و این ریویو بنویسید توی کامنت و کارهایی که میدونید من دوست دارم خیلی خوشم میاد و انجام بدید مثل لایک نظر 4G 4L تو کامنت سابسکرایب زونگوله بقلش و تا ویدیوهای بعدی فور گنگ